سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: آغاز حمله های بمب افکن های B-52 ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان در افغانستان. ارتش آمریکا 24 بمب رهبری شده را بر پایگاه های طالبان در ولایت های شمالی پرتاب کرد. دشمن افغانستان بعد بو فهمک گورم و توکیر پری روز در بارام چه زدم شان سباد سمام شمال بیزدم شان. اطمینان حکومت از اعدام جنایتکاران در افغانستان. رئیس اجرایی میگوید کسانی که به اعمال ضد بشری محکوم شدند اعدام خواهند شد. محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تدبیر خواهند شد. واکنش حکومت افغانستان در برابر حمله های موشکی پاکستان. موشک پراگنی های پاکستان را بر خاک افغانستان متوقف بسازید. همولین زده مرا همولین زده قطعاتی که نزدیک سرحد هستن، یعنی نزدیک خط هستن و وظیفه سپردن که هر کسی که برای خاک افغانستان اندخ میکنن یا تجاوز میکنن یا اونا جوابشان بالمقابل بدن. و حضور نیروهای آمریکایی در سوریه تهدید در برابر امنیت ترکیه. رجب طیب اردوغان از ایالات متحده آمریکا میخواهد که نیروهایش را از شهر منجی به سوریه بیرون کند. من فؤاد امان هستم. بمب افکن های B-52 ایالات متحده آمریکا در اقدام بی پیشینه بمب های رهبری شده را بر مواضع طالبان در شمال افغانستان پرتاب کردند. ارتش ایالات متحده آمریکا میگوید که 24 بمب رهبری شده را بر پایگاه های طالبان در 24 ساعت گذشته در شمال پرتاب کردند. در یک خبرنامه نیروهای آمریکایی در افغانستان آمده است که این بمبارهان ها بخشی از یک پیکار هوایی 96 ساعته برای نابودسازی مراکز آموزشی و منابع پردرآمد طالبان از جمله مواد مخدر بوده است. خبرنامه می افزاید که بسیاری از این حمله ها در ولایت بدخشان به ویژه در نزدیکی مرزهای تاجیکستان و چین انجام شدند. در این حملات تلفات به طالبان وارد شده است و چندین وسایل نقلیه طالبان که از نظامیان افغان گرفته بودند نابود گردیدند. رئیس جمهور غنی می گوید که فشارها بر طالبان در شمال بیشتر خواهد شد. شاید ازی بوده باشین که اولین لانه توریستی در بدخشان زیر حمله هوایی شدید آمد. در جوزجان، در میمنه، در سرپل به زودی که هوا اجازه بده ترتیبات گرفته شد. دشمن افغانستان بعد بفهمه که اونمو تو که پری روز در بارامچه زدمشان سباد سمام شمال میزنمشان. از سوی دیگر رئیس جمهور غنی در دیدارش با شمار از اقوام ولایت‌های شمالی میگوید که هیچ تصمیمی در پشت پرده گرفتن نخواهد شد. رئیس جمهور غنی در سخنرانیش میگوید که در اینجا نه پادشاهی مطلق است و نه هم دیکتاتوری حکم فرماست و تاکید می‌ورزد که تنها اراده ملت را عملی می‌سازد و تمامی تصمیم‌هایش اندیشیده و قاطع هستند. اما والی برکنار شده بلخ میگوید که بی‌پروایی‌های رهبران حکومت وحدت ملی کشور را به قهقرا برده است. رئیس جمهور غنی در دیدارش با شماری از بزرگان اقوام ولایت‌های شمال و شمال شرق کشور در کاخ ریاست جمهوری میگوید که اینجا نه پادشاهی مطلقه است و نه هم دیکتاتوری. وی می افزاید که اندیشیده شده و قاطع تصمیم میگیرد. ای ارگ از خاطر جدایی جور نشده، از خاطر وصل جور شده و شما نقطه وصل هستی. رئیس جمهور غنی می افزاید که اکنون زمان تفرقه و حرفهای کوچک گذشته است و فرصتهای پیش آمده نباید ضایع گردند. چند بار ما فرصتهای طلایی را ضایع نکردیم؟ آل وقت ضایع کردن از این فرصت ها نیست. از این جهت وحدت کامل ما ضرور است و اراده قاطع ما برای تطبیق وعده های ما به مردم. اما عطا محمدی نور رهبران حکومت وحدت ملی را به تفرقه اندازی متهم می سازد. نفرت پراگانی، نفاق، پارچه ساختن مردم، ناامنی، آوردن داعش، بیشتر ساختن طالب، فقر، بیکارگی، شغل موجود هم از بین رفت، سرمایه هم از بین رفت. این از دستاورد این حکومت.
تنش ها میان عطا محمد نور و رئیس جمهور پس از آن افزایش یافتند که رئیس جمهور استعفای آقای نور را منظور کرد، اما عطا محمد نور در برابر این تصمیم رئیس جمهور استاد. همزمان با این رئیس جمهور غنی هفت مقام بلندپایه فرقه 111 را که دو جنرال نیز در میان آنان از برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده است. ریاست جمهوری میگوید که پس از گزارش هیئت حقیقت‌یاب درباره حمله بر یک واحد ارتش در نزدیکی دانشگاه مارشال محمد قاسم فهیم، رئیس جمهور این تصمیم را گرفت. در همین حال وزارت‌های امور داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی عملی سازی طرح تازه امنیتی شهر کابل را در صدر کارهایشان قرار دادند. چگونگی حمله داعشیان را اینجا بر یک واحد نیروهای ارتش در نزدیک دانشگاه مارشال فهیم یک هیئت بررسی کرد و نتایج بررسی‌هایش را به رئیس جمهور سپرد. رئیس جمهور تصمیم گرفت که هفت مقام به شمول دو جنرال ارتش را از کارهایشان برکنار کند. بری جنرال خردگر قماندان لوای اولی فرقه 111 کابل، یعنی از وظیفه سودوش و بعد سرانوالی معرفی شد. بری جنرال غیور رئیس ارکان لوای اولی فرقه 111 از وظیفه سودوش و بعد سرانوالی معرفی شد. پس از این حمله های خونین به پی هم در شهر کابل، نهادهای امنیتی طرح را برای تامین امنیت این شهر آماده ساخته است. در این طرح اولویت به صد راه فرعی داده است که اطراف کابل را به شهر وصل می سازند. پس از توجه دقیق به این راه ها، نیروهای دولتی بخش های آسیب پذیر را در داخل شهر بازرسی خواهند کرد. اول بر مردم شریف کابل اطلاع بده که دیروز پلان امنیتی شد، تهیه شد، در ظرف دو هفته آینده شما شاهد تطبیق شد. 52 مورد است که یک طرح کاملا جالب است و به شکل جامع است. در عملی ساختن این طرح، وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به گونه یک جایی سهیم هستند. در دی پلان مطابق به کابل امنیتی وضعیت که بهتری رازی. یکی از علت‌های بنیادین افزایش حمله‌های هراس‌افگنانه در داخل شهر کابل به کوتاهی‌های کشف و استخبارات پیوند داده می‌شود. دروازه باید کنترل شوه، مبارزه فساد شوه، چک پوینت ها باید کنترل شوه. دستگاه استخبارات ما جدا فعال شوه، پاسپورت صحاوی در سراسر کابل باید به تمام خانه ها مد نظر گرفته شوه. آمارهای وزارت صحت عامه و نهادهای امنیتی نشان می دهند که تنها در حمله های دو هفته گذشته در کابل نزدیک به 800 تن کشته و زخمی شدند. عبدالله عبدالله از عملی شدن حکم اعدام بر جنایتکاران اطمینان می‌دهد. آقای عبدالله میگوید شک ندارد کسانی که از سوی نهادهای عدلی و قضایی به ارتکاب اعمال ضد بشری و ضد انسانی محکوم شدن اعدام خواهند شد. آقای عبدالله درباره زمان اجرای حکم اعدام این زندانیان چیزی نمیگوید. پس از حملات مرگبار اخیر در کشور به ویژه در شهر کابل، نزدیکان شمار از قربانیان این رویدادها خواستار اعدام کسانی شدند که به جرم انجام فعالیت‌های هراس افغانانه به اعدام محکوم شدند. در مورد تعداد ما صحبت نمی کنیم، چون مسئله مربوط به سیستم عدلی و قضایی افغانستان میشه. اما ما دلیل شک ندارم که عدالت بالای تعدادی که محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تطبیق خواهد شد. عربستان سعودی در درازای سال روان میلادی 18 کودک و نوجوان را از این کشور اخراج کرده است و به حکومت افغانستان سپرده است. وزارت کار امور اجتماعی میگوید که این کودکان و نوجوانان با مدرک‌های جعلی به عربستان سعودی رفته بودند. از این میان یک کودک و نوجوان که دو روز پیش به کابل برگردانیده شدند میگویند که به علت نداشتن مدرک هویت هنگام دستفروشی از سوی پلیس عربستان سعودی بازداشت شدند. احمد و فرید درست پیش از عربستان سعودی به کابل برگردانیده شدند. این دو کودک و نوجوان پس از آن بازداشت و به کابل برگردانیده می شوند که برای پلیس عربستان مدرک های قانونی هویت نشان نمی دهند. احمد که کوچکتر از فرید است میگوید که 8 سال پیش عربستان سعودی رفت و هنگام دستفروشی در آن کشور بازداشت گردید. نوبان مفروختم سر اشاره بودم آمدم دهی بر بایه چی با تقا آمده دستم قایم گیریم. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید که این کودکان و نوجوانان از سوی قاچاقبران به گونه غیر قانونی و بیشتر برای کار به عربستان سعودی برده میشوند.
این وزارت می‌افزاید که به هر یک از این کودکان و نوجوانان آموزش داده می‌شود که اگر از سوی پلیس عربستان بازداشت می‌شوند، درباره خانواده و نزدیکانشان در آن کشور چیزی نگوید. اسنادی که از اینجا یا به قصد کسب درآمد به کشور مثل عربستان اعزام می‌شن، از طریق فامیلایشان اسناد ناقص در اختیار از اینا قرار میتن که اینا از اغلب از این اطفال اصلا تذکره ندارن. هرچند که به نظر میرسد پدر و مادر احمد نیز در عربستان سعودی هستند، اما هنگام بازداشت شدن او وی از حضور آنان در آن کشور انکار کرده بود. فرید نیز با سرنوشت همانند به احمد روبرو شده است. پلیس آمد من تذکره بیتیم، من تذکره ندارم، داخل نمانتر بشید، آورد، یک 24 من زندانی کرد، دیگه اینجا سفر میکنم. آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی نشان میدهند که در 4 سال گذشته بیش از 160 کودک و نوجوان از عربستان سعودی اخراج و به حکومت افغانستان سپرده شدند که زیر 18 سال هستند و در میان آنان 23 کودک دختر نیز هستند. اونجا میرن کار میکنن، مثلا ساجق میفروشن، دسمال میفروشن، یا در ایام حج اینا قیچی گرفتن برای دلاکی، یا میرن سر حاجی ها رو تراش میکنن و از این کارا، و یک درآمد نسبی برای اطفال میان که اونا باز منتقل میکنن به فامیلایشون. شمار از این کودکان و نوجوانان میگن که حتی تا 4 ماه را در بند پلیس عربستان سعودی سپری کردند. هنگام رسیدن به افغانستان تا زمان در محله های نگهداری کودکان و نوجوانان در کابل نگهداری میشوند که اعضای خانواده هایشان آنان را از حکومت تسلیم شوند. وزارت امور خارجه موشک پراگنی های ارتش پاکستان را بر خاک افغانستان محکوم می کند و این کار را خلاف تعهدات آخرین نشست هیئت پاکستانی در کابل می داند. این وزارت از حکومت پاکستان می خواهد که موشک پراگنی ها را بر خاک افغانستان متوقف سازد و به تعهدات اخیرش درباره همکاری در کار مبارزه با هراس افغانی عمل کند. در همین حال وزارت دفاع ملی می گوید که حملات موشکی ارتش پاکستان را پاسخ خواهند داد. موشک پراگنی های نظامیان پاکستان با واکنش وزارت امور خارجه روبرو شدند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه این موشک پراگنی های ارتش پاکستان را بر خاک افغانستان محکوم می کند و می گوید که موشک پراگنی های ارتش پاکستان حمله بر خاک افغانستان و سرکشی از قوانین بین المللی است. پاکستانی ها وعده کردند برای مبارزه با تروریسم افغانستان همکاری بکنند، برای صلح همکاری بکنند و برای کاهش سطح خشونت ها در افغانستان و پاکستان و منطقه. و بدون شک این موشک پراگنی خلاف وعده هایی است که پاکستان به جانب ما سپرده، و ما امیدوار هستیم مطابق به وعده ای که کردن و پیشرفت هایی که در جلسه گذشته داشتیم عمل بکنند. خبرهای ناخوش در نتیجه عملات انتحاری یا تلفات مردم در اثر عملات توپخانه‌ای این خاطره خوش بر مردم افغانستان نیست. این مردم افغانستان قلبش جریحه‌دار می‌سازد. و بازم تکرار می‌کنم که هیچ چیز عاید هیچ کشور با تعقیب تو پالیسی ها نمیشه. بر بنیاد گزارش‌ها در 6 ماه گذشته نظامیان پاکستانی در حدود 5000 موشک بر بخش‌های مرزی افغانستان پرتاب کردند که 300 خانواده بیجا شدند. روز دوشنبه نیز بر 4 ولسوالی ولایت کنر 150 موشک برخورد کرده است. بده سلور وش ساعتو که ده نزد پاکستان ده نظامیان لخوانه پر سلور ولسوالی و کنر ولایت که 155 فیر مرمی راغله ده چه انشالله طرفات ملکی او جانی نداری. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که بر نیروهای مرزی دستور داده شده است تا در برابر حمله های موشکی پاکستان پاسخ همانند بدهند. بسیار زیر فشار است از طرف جامعه جهانی. اونا این حرکات اجرا میکنن که به خاطر از این که یک فشار بیارن بالای جامعه جهانی که اگر بتانن پاکستان از این فشار خود نجات بتان. مگر وزارت دفاع افغانستان به تمام قطعات سرحدی و قطعاتی که نزدیک سرحد هستن یا نزدیک خط هستن و وظیفه سپردن که هر کسی که برای خاک افغانستان اندخ میکنن یا تجاوز میکنن یا اونا جوابشان بالمقابل بتن.
ارتش پاکستان از 6 سال بدین سو بر بخش های از خاک افغانستان موشک پرتاب کرده است. ارتش پاکستان ادعا می کند که با این موشک ها پناهگاه های گروه تحریک طالبان پاکستان را در بخش های از کنر آماج قرار می دهد. اما مقام های محلی می گویند که در این حمله ها صدها خانواده از خانه هایشان بیجاخ ساخته شدند و تلفاتی نیز در پیداش است. تا لحظات دیگر. واکنش ها در برابر تقاوت جنرالان وزارت دفاع ملی، برخی ها استقبال می کنند، برخی دیگر نگران هستند. وزارت عدلیه از افزایش شمار کودکان و نوجوانان که در پیوند با جرم های امنیت داخلی و خارجی در مراکز اصلاح و پرورش کشور نگهداری می شوند نگران است. و گفته وزیر عدلیه همکنون بیشتر از 170 کودک و نوجوان که مظنون، متهم و یا محکوم هستند در مراکز اصلاح و پرورش به سر می برند. از این میان بیشتر از 780 کودک و نوجوان این مراکز 150 تنشان متهم و یا محکوم به قتل شناخته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید شماره از جنرالان که به تقاعد سوق داده شدند در احتیاط فعال پیشنتون نبودند و شماره هم زمان خدمتشان در ارتش ملی تکمیل شده بود. وزارت دفاع ملی میگوید شماره دیگر از جنرالان این نهاد در 2 مرحله سال آینده بازنشسته خواهند شد. شماره از آگاهان نظامی از بازنشسته شدن این جنرالان استقبال میکنند و شماره دیگر هم این کار رئیس جمهور را مشکل آفرین میدانند. وزارت دفاع ملی میگوید شماره از 162 جنرال ارتش که بازنشسته شدند در احتیاط پیژنتون به سر می‌بردند و شماره دیگری از این جنرالان در وزارت دفاع ملی در بست‌های پایین کار می‌کردند و مدت خدمتشان تکمیل شده بود. تعداد زیادش در احتیاط پیژنتون بودند، یعنی کسانی بودند که وظایف نداشتند، وظایف رسمی یا وظایف فعال نداشتند، در احتیاط پیژنتون بودند و اونا به تقاعد سوق شدند و یک تعدادشان کاملا در اردوی ملی نبودن، یعنی ریفورم نشده بودن. مقام های حکومتی میگویند که این کار فرصت را برای 5000 جوان تحصیل کرده فراهم خواهد ساخت. اینها از نام جوان استفاده میکنند که جوان را خوش بسازند، ولی اهداف شون خود حقیق خبیثه بر بالای ملت ما تحمیل بکنند. این قابل قبول نیست. مجاهدین جهاد کردند، جهاد مردم افغانستان مقدس بود، ما همه به او ارج میگذاریم، اما این هم امکان ندارد که همین مجاهدینی که جهاد کردند مادام العمر در قدرت باشند و در نیروهای امنیتی افغانستان باشند. در میان 162 جنرالی که به تقاعد سوق شدند، تعداد افسرای بسیار نخبه، جوان با ظرفیت، ارکان حرب، گردی افغانستان از عدم حضور از اینا در آینده به مشکلات روبرو خواهد شد. بر بنیاد قانون ذاتی افسران، سن بازنشستگی در وزارت دفاع ملی برای دگروالان 54 سال، برای برید جنرالان 56 سال، برای تورن جنرالان 58 سال، برای دگر جنرالان 60 سال و برای استر جنرالان 62 سال تعیین شده است. تا لحظات دیگر. وضعیت کاروبار دکانداران شهر نو پس از انفجار کابل چگونه است؟ تفاهم‌نامه های 108 پروژه توسعه با هزینه 31 میلیون دلار با هند به امضا رسید. این پروژه ها در بخش های کشاورزی، آموزش، پرورش، خدمات بهداشتی و ساخت زیربناها در بخش های دوردست در سراسر کشور عملی خواهند شد. عبدالله عبدالله میگوید که این پروژه ها بر بنیاد نیازمندی های شهروندان کشور طراحی شدند و اثرهای چشمگیر بر جا خواهند داشت. سوی هم وزیر اقتصاد میگوید که با عملی شدن این پروژه ها در کنار ایجاد زمینه های کار و پیشرفت در بخش های دوردست کشور نیز کمک خواهد کرد. کاروبار دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل پس از انفجار در جاده شفاخانه جمهوریت با رکود روبرو شدند. شمار از این دکانداران میگویند که پیش از این رویداد خریداران داخلی و بیرونی بسیار داشتند و روزانه درآمد خوبی به دست می آوردند. این دکانداران میگویند که اگر حکومت امنیت سرمایه گذاران کوچک را تامین نکند، با رکود کاروبارهای کوچک بیکاری در کشور افزایش خواهد یافت.
پس از حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان سابق وزارت داخله، کاربار دکانداران کوچه انتیک فروشی که در نزدیک این ساختمان قرار دارند با رکود روبرو شده است. شماری از دکانداران در کوچه انتیک فروشی میگن که در گذشته مشتریان داخلی و بیرونی داشتند، اما در حال حاضر روزها دست خالی به خانه برمیگردند و این کار ضربه جدی بر زندگی آنان وارد کرده است. این یک حادثه خطرناکه که مردم وامش تا به حال به سرش است. یکی مردمایی که از بیرون می آمدن آنها هم جرأتش ندارن که بیان و در پالی از او همی افغانای ما که کم دادستاتی که داشتن به کلی از بین رفتن. این دکانداران حکومت را در حمایت از کاربارهای کوچک به بی‌پروایی و کوتاهی متهم می‌سازند و می‌گویند که رکود کاربارهای کوچک سبب افزایش میزان بیکاری و افزایش فقر خواهد شد و حکومت باید از این کاربارها حمایت‌های لازم را کند. حال خواهی هیچ کس والا که یک نفر بیاد پرسان کرد چند یا چند می قرار از صبح بیاد دکان و که قرار بیشه دفته و از شام میشه شام میریستن خانه. این در حال است که به گفته اتاق تجارت و صنایع در 16 سال گذشته به علت حملات انتحاری و نبردها در کشور 200 میلیون دلار به بخش خصوصی زیان رسیده است. تا لحظات دیگر. نشست کشورهای جنوب شرق آسیا در امر مبارزه با حراس افغانی به گونه جدی پرداخته شود. ترکیه بر بیرون شدن نیروهای ایالات متحده آمریکا و شبه نظامیان کرد از شهر منجیب سوریه تاکید می‌ورزد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حضور این نیروها را در سوریه تهدید در برابر امنیت ترکیه می‌داند و می‌گوید که این نیروها باید هر چیز زودتر از منجیب بیرون شوند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر تاکید می‌ورزد که نیروهای ایالات متحده آمریکا و شبه نظامیان کرد باید از شهر منجیب سوریه بیرون شوند. اردوغان می‌گوید که ایالات متحده در برابر منافع ترکیه، ایران و شاید هم روسیه در شمال سوریه کار می‌کند. نیروهای کردی به پشتیبانی ایالات متحده؟ چرا شما در اینجا هستید؟ بروید و اینجا را ترک کنید. کی شما را به اینجا آورده است؟ گروه های کردی و پشتیبانی امریکا و گروه های PKK شما را به اینجا آوردند و شما هنوز برای ما میگویید که به منجیب نیایید. ما به منجیب خواهیم آمد از بهر تحویل این سرزمین به صاحبان واقعی آنان و این تفاوت ما و شماست. ایالات متحده آمریکا نیروهای دموکراتیک سوریه را در برابر جنگجویان داعش پشتیبانی میکند، اما انقره میگوید که این نیروها در برابر ترکیه هستند و باید از مرزهای ترکیه پاکسازی شوند. وزیران دفاع 10 کشور آسیایی که در نشست کشورهای جنوب شرق آسیا در سنگاپور شرکت کردند روی پیکار جدی با حراس افغانی تاکید میورزند. وزیر دفاع سنگاپور نیز حراس افغانی را یک پدیده گلی میداند و خواستار پیکار جدی کشورهای عضو این نشست در برابر حراس افغانی است. قرار است در حاشیه این نشست گفتگوهای غیر رسمی میان کشورهای آسیایی نیز انجام شوند. ادامه خبرها در طول نیوز تقدیم می شود. سپاس گزارم از توجهتان. در طول سرخط خبرها، آغاز حمله های بمب افغان B-52 امریکا در برابر طالبان در افغانستان. ارتش امریکا 24 بمب رهبری شده را بر پایگاه های طالبان در ولایت های شمالی پرتاب کرد. دشمن افغانستان بعد رو فامک گورم و ترکیه پری روز در بارامچه زدمشان سباد سمام شمال بیزنمشان. اطمینان حکومت از اعدام جنایتکاران. رئیس اجرایه میگوید کسانی که به اعمال ضد بشری محکوم شدند اعدام خواهند شد. محکوم هستند به جنایات ضد بشری و ضد انسانی در افغانستان تدبیر خواهند شد. واکنش حکومت افغانستان در برابر حمله های موشکی پاکستان. موشک پراگنی ها را بر خاک افغانستان متوقف بسازید. قطعاتی که نزدیک سرحد هستند یا نزدیک خط هستند
وظیفه سپردن که هر کسی که برای خاک افغانستان دفع میکنن یا تجاوز میکنن یا اونا جوابشان بل مقابل بدن. و حضور نیروهای امریکایی در سوریه تهدید در برابر امنیت ترکیه. رجب طیب اردوغان از امریکا میخواهد که نیروهایش را از شهر منجی به سوریه بیرون کند. باشندگان شهر لشکرگاه از آدم ربایی ها و دزدی های مسلحانه در این شهر نگران هستند. آنان میگویند که آدم ربایی ها و دزدی های مسلحانه سبب شدند که هلمندیان در شهر احساس امنیت نکنند. در همین حال والی هلمند میگوید که نهادهای امنیتی به گونه جدی میکوشند که جلو کارهای غیر قانونی را بگیرند. هرچند که شهر لشکرگاه نسبت به سال پیش از حمله های طالبان در امان است، اما اکنون آدم ربایی ها و دزدی های مسلحانه سبب نگرانی باشندگان این شهر گردیده است. باشندگان هلمند میگویند که فعالیت های غیر قانونی با گذشت هر روز در لشکرگاه افزایش می‌یابد. مندانی مخته پر دبل چاره باندې تاسو وینئ چې دا چوک کومندانی کرول دی اسکر ولارد دی عبدالله انسانان اختباطي تابیږي او عبدالله نورې پېښې کېږي غلاوي کېږي دا خو د ملکي خلکو سره ناجایزه ده او ملکي خلک باید چې په ډار کې سي نو د کومندانی مخته تاسو کارونه کېږي نو دس بازار ته خو بیخي مجرم نه شوشه کولی په ډاډه زړه باندې ولاړ سو یا نورو سایو ته په منظره باندې ولاړ سو غلاوي ورکې سي د عبدالله امنیت خوندي سي د ښار امنیت باید موږ خوندي کړو دا رقم نه کېږي چې یار یو په یو چوک باندې پور داسې پر بل چوک باندې پور دا خو په زر کاله علاقه ده دغه جوړ باشندگان لشکرگاه از مسئولان امنیتی این شهر میخوان که جلو دزدی های مسلحانه و آدم ربایی ها را بگیرند. مورد حکومت خدا خوشتانه چه دوی باید کلک و سخت تدابیر وینیسی در شهر امنیت وساتی وس نن سبا د غلاوی او چور چفاو ډیر زیات سوی دی زموږ د بشار کې خلک په مکو سر کې چې دوی لر فکر بیا ورته یا د دوی په امنیت چې بس یو خبره وسی بیا چې دوی غ فکر ورته وي نه چې موږ یو خبره مثال وکړو بیا څوک مفتادیت کنه بیا موږ نس کولای دوی زموږ سره باید دوی هم سره کار وکړي زموږ دوی سره کار وکړي. ولی هلمند میگوید که آنان در تلاش جلوگیری از فعالیت های غیر قانونی در این شهر هستند تا فضا برای زندگی بهتر برای باشندگان لشکرگاه فراهم گردد. من ژمنه دا ده چې د ټولو دغو پیښو په اړوند باندې موږ جدي اقدامات کوو که خدای نه خواسته د موږ په امنیتي پرسونل کې ستونزه وي هغې کې تغییر و تبدیل به راولو انشاءالله هیچ چا ته به د دې اجازه ورنه کړو چې هغه دغه رقم نورو پیښو ته زمینه د زیاتوالي دپاره مساعده کړي. د افغانستان او په ځانګړي ډول د هلمند ولسونه په موږ باندې حق لري چې د دوی دپاره ډاډمن امنیت خوندي کړو. هیله مو دا ده چې د موږ په هغه اقدامات و سرعت مون په نظر کې نیولې پراتلون کې دغه پیخه کمی او یا به خل منځل راشي. با تازگی یک تن از چند کیلومتری فرماندهی پلیس هلمند ربوده شده است و تاکنون نیروهای امنیتی این ولایت نتوانستند که فرد ربوده شده را از چنگ ربایندگان نجات بدهند. بیجا شدگان ولسوالی های درزاب قوشتپه ولایت جوزجان که شمارشان به بیشتر از 2000 خانواده می رسد از نبود سرپناه و نیز نبود مواد اولیه شکایت دارند. آنان می گویند که کودکانشان به علت سردی هوا بیمار شدند و هشدار می دهند که اگر به این مشکلشان رسیدگی نگردد یک فاجعه انسانی را خواهد داد. مقام های محلی جوزجان می گویند که برای 600 خانواده بیجا شده خاربار توزیع شده است. دادگاه ابتدایی ولایت ننگرهار دو مرد را به 16 سال زندان محکوم کرد. رئیس این دادگاه میگوید که این مردان در پیوند به فعالیت‌های هراس‌افگنانه بازداشت شده بودند و پس از بررسی‌های همه‌جانبه این مردان هراس‌افگن شناخته شدند. وی می‌افزاید که هیئت قضایی در دادگاه علنی این مردان را به 16 سال حبس محکوم کرد. دادگاه علنی دو مرد در ولایت ننگرهار. این مردان به اتهام جاسازی ماین در برابر خانه یکی از عالمان دین بازداشت شدند. مردی که در برابر خانه اش ماین جاسازی شده است در این دادگاه اعدام می کند که با انفجار این ماین 3 تن از اعضای خانواده اش زخم برداشتند. هشتم که سرطان زما کور مخه تن پیجار چې زما کور د ماشومان او زنانو نه ټکو او درې کسان پکې زخمیان شو. در همین حال دادگاه ابتدایی پس از گفت و شنود مدعی و سارانوال این مردان را به 16 سال حبس محکوم به مجازات کرد. دا چه دوار جرمونه مرتبط دید جزا قانون 1053 ماده به نظر که نیول و سره شدید سزا چه شپار از کار تنفیزی بنده در بنده هر یوبانی تدبیر که دو حکم کرد.
این مردان تمامی ادعاها را در برابر خودشان رد می کنند و فیصله این دادگاه را نمی پذیرند. در همین حال باشندگان ننگرهار خواهان ادامه این گونه دادگاه های علنی هستند. پخوا با محکمه که دلی سالی با پوی نو چی شو شد زمانگا مجرم بندی شو خوش شو در محکمه سا خواهدو چی دقا علنی جلسی نورم دوام بو که تو خلق عبرت وارو بگرد. مردان متهم استناف طلب شدند و رئیس دادگاه این حکم را نهایی نمی داند و می گوید که متهمان حق استناف را نیز دارند. گفتگو میان جمعیت اسلامی و حکومت پس از دو هفته وقفه اثر گرفته شدند. نمایندگان جمعیت اسلامی و حکومت دیروز برای دهمین بار در وزارت امور خارجه گفتگو کردند، اما این گفتگوها هم مانند نشست‌های پیشین میان دو طرف به نتیجه پایان یافتند. در همین حال دفتر یونما برای حل این اختلاف‌ها میان ارگ و جمعیت اسلامی پادرمیانی می‌کند. گفتگو کنندگان جمعیت حکومت پس از 9 بار گفتگوهای بی نتیجه و 2 هفته توقف رایزنی ها بار دیگر بده بستانهایشان را از سر گرفتند. سر چند مسئله اختلافات وجود داره، از جمله بحث تذکیرهای برقی است، بحث اصلاحات انتخاباتی است، بحث حزبی شدن پارلمان است. منابع میگویند که حکومت از سازمان ملل متحد خواسته است که این موضوع را از رهگذر فنی بررسی کند تا بر بنیاد آن تصمیم گرفته شود. اول بده نلری کاو جناب رئیس جمهور چلری دک مذاکره بده نکولی او مذاکره دمو سکر قانون عملی که. در همین حال یونما در پاسخ به پرسش تولونیوس درباره پادرمیانی این دفتر میان جمعیت اسلامی و ارک چنین پاسخ میدهد. سازمان ملل در پاسخ به درخواست های طرف های درگیر سرگرم پشتبانی از یک رای حل صلح‌آمیز با زودترین فرصت ممکن است. جامعه جهانی متحد است تا افغانستان را در برگزاری یک انتخابات با اعتبار در سال 2018 کمک نماید. و اما در بلخ عطا محمد نور با امضای خودش و بیان که ارگانهای محلی در جریان باشد، ولسوال شلگره بلخ را برکنار کرده است و ولسوال دولت آباد را جانشین وی ساخته است. به اساس لزوم دید جناب والی بلخ این کار صورت گرفته و تقاضای مردم زما پیوست، چون که شلگره تا نبه ولسوال راغله ما تم وعده را کول شوه ده چې په زودترین فرصت می یو بل مناسب ولسوالی کې معرفي کی. اداره ارگان های محلی نیز درباره اصل و نسب دو ولسوال از سوی عطا محمد نور دیدگاه به دست نمی دهد. بیجور شدگان ولسوالی های درزا و قوشتپه ولایت جوزجان که شمارشان به بیشتر از 2000 خانواده می رسد، از نبود سرپناه و نیز نبود مواد اولیه شکایت دارند. اینان خانواده های هستند که به علت نبرد و نیز تهدیدهای حراس افغانان در ولسوالی های زراب و قوشتپه ولایت جوزجان خانه هایشان را ترک کردند و به شهر شبرغان مرکز این ولایت پناه آوردند. این بیجا شدگان می گویند که سردی هوا از یک سو و سوی دیگر نبود سرپناه و نبود خواربار بر مشکلات آنان افزودند. های چند وقت میشه که اینجا آمدیم، از دست دایشه آمدیم، زندگی ما خراب هستند دیگه. حال ما شما میبینیم که حال بچه های ما یکیش هستن، یکیش هم به اولادت رفت هستن که شفاخانه هستن، طفل های ما هم شفاخانه هستن. یک دیدادش هستیم اوتایش هم گرفته، ما داریم چیزی نداریم، تخواه دولت به ما کمک کنه، آرد نداریم، بریش نداریم، گرم کردن دیجا چیز نداریم، تکدان و کاسو نداریم، خونک بخوریم مجبوریم چی دیگه. در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی جوزجان میگویند که بسیاری از کودکان این بجا شدگان به علت سردی هوا بیمار هستند. از یک طرف سردی زمستان، از دیگر طرف گشنه هستند، البسه ندارند، در پای خود چیز ندارند، در سر خود ندارند و دولت هم تا به امروز متاسفانه که برای اینا هیچ نوع اقدام اضطراری که برای اینا صورت بگیره اضطراری صورت نگرفته.
از سوی دیگر مقام های محلی جوزجان برخی از مشکلات این بیجا شدگان را میپذیرند و میگویند که روند توزیع کمک ها به این بیجا شدگان ادامه دارند. ما تصمیم داریم، پلان داریم برای همه 4000 فامیل از همه مواد غذایی که ما در دسترس داریم توزیع کنیم که برای فعلا در حدود 1600 فامیل از این را توزیع کردیم و باقی مانده هم توزیع جریان داره. این بیجا شدگان که شمارشان به بیش از 2000 خانواده میرسد هشدار میدهند که اگر به مشکلاتشان رسیدگی نگردد یک فاجعه انسانی رو خواهد داد. شمار از باشندگان ناحیه ششم شهر کابل در برابر آنچه به عدالتی شهرداری کابل در گردآوری پولهای صفایی میگویند دست به اعتراض دادند. آنان میگویند که شهرداری کابل به گونه غیر قانونی از آنان خواسته است تا پولهای صفایی ملکیتهایشان را از سال 1385 هجری خورشیدی بدین سو بپردازند. از سوی دیگر شهردار کابل میگوید که عملکرد این نهاد بر بنیاد قانون و مقررات است. نخستین پروژه های توسعه‌ای در چهارچوب برنامه میثاق شهروندی در ولایت قندهار آغاز شد. مقام های محلی در ولایت قندهار میگویند که این پروژه ها به ارزش 20 میلیون دلار در بخش های گوناگون در ولایت قندهار عملی می شود که با بهره برداری از این پروژه ها در کنار ایجاد زمینه های کاری سبب بهبود زندگی باشندگان قندهار نیز خواهد شد. این مقام ها می افزایند که باشندگان ولایت قندهار باید در عملی سازی پروژه های توسعه‌ای با حکومت کمک و همکاری کنند. مدیر سیستم اطلاعاتی آموزشی وزارت معارف در روز مسئولیت اینترنت میگوید که این وزارت روی برنامه‌های کار دارد که با استفاده از اینترنت چگونه برای دانش آموزان خدمات اینترنتی فراهم بسازد. رئیس بورد جامعه اینترنت افغانستان میگوید که این نهاد در آینده نزدیک یک راهنما برای استفاده مسئول از اینترنت را همگانی میکند. پایان خبر ده. پس از وقفه کوتاه خبرهای ورزشی تقدیم می شود. خداوند نگهدارتان. در این دیدار نخست بازی را در بخش توپزنی ملی پوشان زیمبابوی آغاز کرد و در آخرین آور بازی با از دست دادن 9 بازیکن توانست 120 دوش را انجام دهند که در بخش توپزنی برای تیم ملی زیمبابوی سالمان میر خوب درخشید و توانست 34 دوش را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم ملی کرکت کشور راشد آرمان خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. در مقابل ملی پوشان کرکت کشور بازی را در بخش توپزنی خوب آغاز کردند و توانستند در آور 15 بازی با از دست دادن 5 بازیکن هدف داده شده تیم ملی زیمبابوی را برآورده سازد و برنده این دیدار شود که در بخش توپزنی برای تیم ملی کرکت کشور نبی ساخیل خوب درخشید و توانست 40 دوش نات اوت را به سوی تیم خود انجام دهد. در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم ملی زیمبابوی مرزبانی خوب درخشید و توانست 2 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. دی سیریز پلومری سر که اول میچ گتل دا تر اخیری پوری دیر یو دی تیم دی مورال لپاره ډیر ګټه پیدا کی نو خوشبختانه چې لوبه موږ وګټله او ښه خبره دا و چې راشد نن سمه تو کو هغه بولینګ کو ورسره نبی چې څنګه بی پی ایل کې چې څنګه پریخه یو کرکټ ما غیدل ته بیرته خو دو او دغه سیزون لوبغاړي مجیب د چې څنګه تو کو ورسره ګلبدین چې څنګه بولینګ کو نو را او رل زبدا و مچ دغه لوبغاړو د پریوډ تمریناتی کیمپ تقریبا یو میاشت نه دلته زه ټول کرډیټ چې د بولینګ تور کوم چې واقعي په دې وکړ باندې یو سولوشن دوه غټ رنده ده چې بعد کې پرخه مورې دي نو هغه سره بیا چې دا سکور چې اسکیږي بولینګ کول لږ مشکلی نو بل خبر دا چې موږ نن تاسو وګټو. در پایان این دیدار نبی ساخل با درخشش در بخش توپزنی از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. که چرته موږ دغه خپل مهنت و جاری وساتو او دغه سیریز په وګټو تر نو دا ډیر غټ پرېشر پاغه بنیا کوالیفایینګ راوند کې غورځېدای شي. زما د پاره غټ چیلنج او چې دلته هم خو بالینګ تر سره کړم ما په خیال لومړی سپینر وم چې اتلس وکټ هم په بیگ بیش کې یو سپینر واخیسته نو خپل پرفارمنس نه ډیر زیات خوشاله یم. اوس په دې ډاډه یو چې یعنی اوس سمرم چې موږ کرکټ مخکې تللی دا نو باید یغه سره موږ ځان برابر کو نو واکن چې زه وایم دا ټول کرکټ خپل کرکټ بورډ ته ورکوم ځکه چې ډیر ښه کیمپونه پلار واچول موږ ته او ریزلټ تاسو ګورئ. این در حال است که قرار است تیم ملی کرکت کشور امشب در دومین بازی بیستاوره خود نیز مقابل تیم ملی زیمبابوی پا به میدان رقابت خواهند گذاشت.
لیگ برتر فوتسال شهر کابل در دو رده سنی 14 و 12 سال امروز در جمنازیم فوتسال فدراسیون فوتبال آغاز گردید. قرار است 8 تیم در هر دو رده سنی در چهارچوب این لیگ به مدت 14 روز با هم رقابت کنند. هدف از برگزاری این رقابت‌ها رشد و افزایش مهارت‌های فوتسال رده سنی و انتخاب چهره‌های برتر و تیم منتخب کابل و تیم ملی میان نوجوانان کشور گفته شده است. هدف از برگزاری مسابقات پر کردن اوقات فراغت جوانای عزیز نسبت رخصتی مکاتب در فصل زمستان میباشد و همچنین شناخت چهره ها و استعدادهای برتر و دعوت کردنشان به تیم های منتخب کابل و فراهم نمودن زمینه رشدشان و که تا انشالله در آینده نزدیک شاید درخششان در قالب تیم های ملی کشور باشد. فعلا تیم ما در رده سنی 14 سال نام شهید حیدری در این مسابقات حاضر شده. امی فوتبال است، امی ورزش است که انسان را از مواد مخدر و تمام ضرر هایی که بدن انسان میرسد دور میکند. بسیار زیاد ما خوشحال هستیم که در تیم ملی سنی 12 سال انتخاب شدیم و مدت یک سال میشه که ما در تیم سجاد فلزی آلمان صد بازی میکنم. رقابت های لیگ برتر رده سنی هم اصلا میان تیم های برتر شهر کابل از سوی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برگزار میشود. ریاست تربیت بدنی و ورزش امروز گواه برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون های ورزشی کشور بود. در روز نخست مجمع عمومی فدراسیون جودو که 5 تن آنان خودشان را برای به دست آوردن مقام ریاست فدراسیون نامزد کرده بودند، در نهایت زکریا اسدی توانست از میان 16 رای با به دست آوردن 9 رای موافق به حیث رئیس فدراسیون جودو و محمد اعظم کوهی با به دست آوردن 11 رای به حیث رئیس فدراسیون وزنه‌برداری انتخاب شدند. با تمام رهبری های یا کادرهای مهم ورزشی خود دوباره یک جا شدیم تا بخواهیم که دوباره ورزش افغانستان به یک طرف مثبت سوق بدیم. کار کردگی هم نمی بوده که دسته در اولمپیک اشتراک کرده، البته با کمک گروه که ما بدهیم تقریبا 70% ولایت‌های خود ما تانستیم به این مدت زمان توشک بدیم که خوشبختانه دولت دوباره توشک نداره برای جیدو لباس استاندارد بدیم که 600 جوره لباس توزیم قرار است روند انتخابات ریاست فدراسیون ها هم روزه در مقر ریاست تربیت بدنی و ورزش با حضور ناظران از کمیته ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی، کمیسیون مستقل انتخابات، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، دیدبان شفافیت افغانستان و لوی سارنوالی برگزار شود. درویش رسولی ملی پوش تیم زیر 19 سال کرکت کشور در سال 1999 در ولسوالی شیوکی کابل به دنیا آمده است. رسولی بعد از درخشش تیم ملی کرکت کشور در رقابت‌های بیرون مرزی علاقمند به این بازی شد و از همین رو در سن 7 سالگی وارد دنیای کرکت شد. وی نخستین های کرکت را در تیم های باشگاهی کابل آموخت و بعد از درخشش در رقابت‌های ولایتی کابل در سال 2012 میلادی به اردوگاه تمریناتی تیم ملی زیر 19 سالگان کشور دعوت شد. اما برای به دست آوردن این پیراهن تیم ملی زیر 19 سالگان کرکت کشور تا سال 2015 صبر کرد تا توانست برای اشتراک در رقابت‌های جام آسیا پیراهن تیم ملی را به دست بیاورد. کلالدنتی نورد کپ تیر سپ انڈیا کی چو اوا کے یاد پار ازو نثار وعدو نو اغل تا لگو زوری دو پدی چی مونگ تا منیجر سے کرکٹ بورڈ ناغر آگئی چی تاس پاسپورٹ نو جوڑ گیچ تاس لیگ مونگ ورڈ کپ تا مونگ پاسپورٹ نو ارتر آوڑ و وارم کڑا ویزی تا مور کڑا نو مونگ دیر زیاد خوش آلو زکا اول دفع مو آغام ورڈ کپ تا داریکت لو نو مونگ دیر زیاد خوش آلو مونگ ویزی تا پتا مو نو دال تا مونگ هر او رز مو نسار رات لو نسار وحدت چی کرکٹ بورڈ کم پختن کولی چی دو مونگ ویزا راغ لوینا ندر آغلی ویزا راغ لوینا ندر آغلی نو موږ د څلور ورځې ښودلې وې هغه یې نه اته ورځو ته وخته نو هغلته بیا بیرته اول راغی چې دوی دواړه مه رالیږه اوس میچونه تیر شو نو هغلته ډېر زیات خفه شو. درویش رسولی که بار نخست پیراهن تیم ملی زیر 19 سالگان کرکت کشور را بر تن داشت در مقابل تیم ملی زیر 19 سال پاکستان در رقابت های جام آسیا به میدان رفت و توانست در پیروزی مقابل پاکستان نقش ارزنده داشته باشد که او توانست در این دیدار 92 دویش نات اوت را به اصول تیم خود انجام دهد. کلا ما قمو کم تور تزو نو چکلا دی فلایت وقسی نو دا چکلا کون روان سی تسبیل آس کی کی او دواغانی که چی دا فلایت بسنگ سی و دا تیاره بسنگ سی دا تیاری نا دی سخت داری گی
او چې کلم تیری ته دا ورسې وکینو نو شاده خو څنګه چې کوم دوه نفر ناستي با دغې لاسونه نیولي ترغو چې تیر په هوا سي ترغو چې بیرته کته کیږي دا وز ورختای چې اوس به ولیږي اوس به ولیږي اوس به ولیږي نو دا ډیر سخت خوند خلو چې کله دغه کی ډیر د لاسه کوي بغه وخت کې چې خبره نسته خو بیا هم ډیر دسه عجیب بغه شان کی کنه چې موږ ډیر ورته خان دو ډیر درویش رسولی که با دست راست بیتنگ می نماید تا حال در 13 بازی پیراهن تیم ملی زیر 19 سال کرکت کشور را بر تن داشته است و در تمامی بازی‌ها درخشش خیره کننده داشته است. درویش رسولی در پهلوی این که در تیم ملی زیر 19 سال کشور درخشش خوب داشته است در رقابت‌های داخلی کرکت کشور با درخشش خود توجه همگان را به خود جلب نموده است. عبدالله فریستایلر، بنیانگذار فوتبال فریستایل در افغانستان. اما اونجا یک فریستایلر کوچک هم داریم. بنیامین. بنیامین فریستایلر در سال 2008 میلادی در یک فامیل ورزش دوست در دیار مهاجرت به دنیا آمده است. بنیامین بعد از درخشش پدرش در رقابت‌های مختلف فوتبال فریستایل در بیرون از کشور علاقه‌مند این رشته ورزشی شد و از همین رو در سن 7 سالگی وارد دنیای فوتبال فریستایل شد. او نخستین‌های فوتبال فریستایل را در سن 7 سالگی از پدرش آموخته است و می‌خواهد در آینده یکی از فریستایلر و فوتبالیست مشهور در جهان شود. طفل فلسطینی به باشگاه یوونتوس رفته میشه، طفل عراقی از عراق به باشگاه بارسلونا میرن، از هندوراس بچه‌ای که شما ویدیویش به خدا اگه ببینین از بنیامین فوتبالش خیلی پایین تر است، ولی کشورش هست، رسانه‌ها هستن، حمایت میکنن، او را میندازن به چشم باشگاه‌های بزرگ. بنیامین با سن کمی که دارد در کنار این که فریستایلر است و بازی فوتبال نیز علاقه‌مند است و روزانه در کنار همتیمی‌هایش فوتبال بازی می‌کند و همتیمی‌هایش او را الگویشان قرار داده است. برای خودم بنیامین میشه یک الگو باشه به خاطر که فوتبالش را زیاد دوست دارد، برای همین میتواند برای من بنیامین یک الگو باشه. به نظر خودم فوتبال فریستایل بهترین گزینه بود که بنیامین با توپ آشنا بشه، چون برای یک فوتبالیست، کسی که میخواد فوتبالیست بشه، یکی از نکات مهمش این است که کنترل توپ داشته باشه، روی توپ کلا کنترل داشته باشه. به خاطر همین فوتبال فریستایل گزینه اول انتخاب کردم. بنیامین فریستایلر که با پای چپ توپ میزند، الگویش لیونل مسی ستاره تیم ملی آرژانتین و باشگاه بارسلونا اسپانیا است و خواب را که دیده است چنین بیان میکند. یک روز خواب دیده بودم که در یک چمن رفته بودم، نیمار، سوارز، مسی بود و رفتم در پیش نیمار، تمرین کردم. این یک دیگر از شگفتی های بنیامین است. کنترل توپ تنس و گلف با پا. بنیامین که سال پار از سوی باشگاه علین امارات برای یک دور تمرینات دعوت شده بود، قرار است چند بعد به دعوت یکی از تیم‌های لیگ عربستان به این کشور برود. در آینده دوست دارید در کدام تیم بازی کنید؟ در بارسلونا. پارسال بنیامین از باشگاه العین امارات دعوت شد برای یک روز. اوجا دعوت شد، یک برنامه داشتیم، یک فوتبال بازی کرد با هم و اطفالی که اوجا در او باشگاه بود و همچنان در تبلیغات، در دو تا از تبلیغات تلویزیونی کار کرد در کشور امارات و امسال هم قرار است انشالله و به امید خدا از کشور عربستان، از طرف فدراسیون فوتبال عربستان دعوت شود.
عبدالله فریستایلر نیز روزگار یک از مشهورترین فوتبال فریستایلر در بیرون از کشور بود، تا جایی که از سوی باشگاه‌های مشهور اروپا از جمله باشگاه چلسی انگلستان به لندن دعوت شد و با بازیکنان مشهور جهان از جمله سسک فابرگاس، بازیکن پیشین تیم‌های بارسلونا و آرسنال و بازیکن فعلی تیم چلسی، پتروچک دروازه‌بان فعلی تیم آرسنال، فرانسیسکو تولدو دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایتالیا و باشگاه اینتر میلان دیدار داشته است.